حادثه دیگری که بسیار هم ناگوار بود روز جشن مردم فرانسه بود که به هر حال اون حادثه مردم بیگناهی که ملت بودن و از مردم عموما با حادثه بسیار ناگوار روبرو شدن و شادیشون تبدیل به غم بود و اینا همه این حوادث پیام دارن و این پیامی داره که مردم فرانسه و همه مردم دنیا فکر کنند رو این مسائلی که الان در جریانه و لحظه رو این تدبیر بکنند و روی اون درست بیندیشند و برای این چار اندیشی درست بکنند. جنگ رای حل نیست، حمله نظامی، کشتن رای حل نیست، جنگ به بر میآورد و خشونت خشونت و لحظه باید برای این جهانیان واقعا فکر بکنند. ما فکر نمی کردیم که سازمان ملل و شورای امنیت و به هر حال این قدرت ها اینقدر ناکارآمد باشن و اینقدر بی خاصیت باشن و اینقدر ناتوان باشن که این جریان های که الان در خاورمیانه در جریان است، اتفاقات با عقل و با اندیشه و با تدبیر صحیح نتوانن حل بکنن و عاجز بشن. واقعا اینا عاجزن. این رهبران قدرت ها و سازمان ملل میمانه این پرونده برایشون که در این عصر این مشکلات پیش آمد ولی اینا نتوانسته. این همه کشتار که الان در سوریه و عراق در جریانه، در یمن در جریانه، در دنیا در جریان هست و این آوارگی و این بدبختی، این رای اینها همه به خاطر بیشتر آنه که این قدرت ها هر کسی منافع خود را دنبال می کنن تا به منافع نرسن. باید همه این ملت ها لگتمال بشن و قتل عام بشن، این بچه ها و اطفال و زنان و بیدفع ها کشته بشن و لحظه برای اینکه منافع این قدرت ها تابل بشه. هیچ رحم نیست و هیچ عاطفه نیست و هیچ دلی که از خدا بترسه و این همه همدردی باشه که این انسان متاسفانه هیچی نیست. همه درگیری و اختلاف روی قدرت ها. ممالک اسلامی متاسفانه دولت های مسلمان هم با هم اختلافشون شدیده و هم روی همین کشمکشا و همین منافع که به هر حال اختلافاتی که پیدا شده است این جریانات حل نمیشه. ما همین میخواییم از دنیا و دنیا همین از همه جامعه جهانی و سازمان های ملل، شورای امنیت، دیگران که باید این بشینن چار اندیشی بکنن. بهترین را تقسیم قدرت هست. این جنگ جنگ قدرته، این جنگ جنگ سیاسیه و لحظه هر جا که میمانند متوسل به مذهب میشوند و لحظه با مذهب مردم میخوان تحریک کنند تا به صحنه بیاید جنگ بکنند. لحظه بشینن با تقسیم قدرت با تقسیم عادلانه و رعایت حقوق همه اقوام و ادیان و مذاهب به صورت عادلانه میتوانند که این ملت را کنار هم قرار بدن و اون افراد برایان و تندروها زیر پایشون خالی بکنن و لحظه اونها جای پای داشته نباشن و با تدبیری نحل بکنن و الا جنگ همینه، خشونت همینه. این جنگ وقتی نم حمله میکنن اینجا میزنن اینها منتشر میشن، حسد پیدا میکنن، کینه پیدا میکنن و لحظه جای دیگه اون حسدشون میرن خالی میکنن و این بعد مشکلاتی پیدا میشه برای همه مسلمانان و باید چاره اندیشی بشه. دعا هم بکنید شما الله رب العزت مشکلات حل بکنید.